سیاره ما از موجودات خارق‌العاده‌ای تشکیل شده. بعضی از این موجودات قابل قبولن، ولی بعضی از اونا به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارن واقعا قابل قبول نیستن. تو این ویدیو می‌خوایم موجودات عجیب و غریبی رو نشونتون بدیم که مطمئناً فکر نمی‌کردید این گونه از موجودات هم در طبیعت وجود داشته باشن. لکلک نیل یا نوک کفشی. همونطوری که از اسم این پرنده مشخصه، نوک‌کفشی یک نوع پرنده لکلک ماننده که در شرق استوایی آفریقا از سودان تا زامبیا سکونت داره. شکل این پرنده شبیه به یک مسلسله و تکنیک شکارش به نام فرو ریختن معروفه. لکلک نیل پرنده بسیار بزرگیه، به طوری که ارتفاع پرنده بالغ از 115 تا 150 سانتی متر، طول اون از 100 تا 140 سانتی متر و عرض بالها از 230 تا 260 سانتی متر و وزن اون هم از 4 تا 7 کیلوگرمه. این به این معنیه که وقتی تومه رو میبینه با چنان نیرویی به اون حمله میکنه که هیچ شانسی برای زنده موندن نداشته باشه، که این تکنیک میتونه هر موجودی رو نابود کنه. نوک‌کفشی لقبیه که به خاطر منقار بزرگش بهش دادن. این منقارهای حجیم طولی بین 19 تا 24 سانتی متر و لبه‌های تیز و همچنین نقطه‌های مایل به خاکستری دارن. کوس شبه. وقتی که دانشمندان در فوریه 2022 این بچه کوس شبه تازه بیرون اومده رو در سواحل جزیره جنوبی نیوزلند کشف کردن، به دلیل ظاهر غیر معمولش به سرعت شناخته شد. این موجودات که به طور رسمی به عنوان ماهی شناخته میشن، به ندرت دیده میشن و اطلاعات کمی در مورد اونا وجود داره. این ماهی به رنگ نقره‌ای با انعکاس‌های رنگین کمانی و علائم تیره در اطرافه و همچنین نرها در 50 سانتی متر و ماده ها در 70 سانتی متر بالغ میشن و حد اکثر طول سر تا دم این ماهی 1.5 متره. کوس شبه در دریا توی عمق بین 120 تا 2011 متر زندگی میکنه. جالبه بدونید که اسم ترسناکش از چشمان مردش و بالهای بزرگش گرفته شده. خوک دریایی. خوک دریایی گونه ای از موجودات دریایی که به دلیل بدن گرد و رنگ صورتیش به اون خوک دریایی گفته میشه. یکی از عجیبترین موجودات همین خوکهای دریایی هن که شبیه به سوسیسای پف کرده و پر از آب هن. که اندازه اونها میتونه به طول 15 سانتی متر برسه و در تمام اقیانوسهای جهان یافت میشه. خوکهای دریایی در کف دریا جمع میشن و با استفاده از حلقه ای از شاخکهای تغذیه کننده غذاشون رو میخورن. اونا تقریبا هر چیزی رو میخورن، درست مثل یک خوک واقعی. خال دماغ ستاره ای. گیرنده های حسی این جانور عجیب و غریب میتونه اون رو به یک زمین شناس معروف کنه. خال دماغ ستاره ای میتونه امواج لرزه ای رو با استفاده از 25,000 گیرنده حسی در 10 وسیله گوشتی اطراف بینیش تشخیص بده. خال دماغ ستاره ای تنها گونه ایه که در مرداب ها زندگی میکنه. همچنین یکی از تنها دو گونه ایه که با دمیدن حباب های هوا و سپس مکیدن اونها به داخل بینی خودش میتونه در کمتر از 1/ربع ثانیه زیر آب و بو کنه و طعمش رو پیدا کنه. زیستگاه این جانور عجیب در مناطق شرقی آمریکای شمالی و جنوب شرقی کانادا یافت میشه. میگوی آخوندک. میگوی آخوندک یکی از زیباترین موجودات دریاییه. طول میگوی آخوندک به حدود 30 سانتی متر میرسه. البته در موارد استثنایی تا حدود 46 سانتی متر هم میرسه. مشتای قوی این جانور میتونه مثل یک گلوله کالیبر 22 ضربه بزنه و تومش رو از پا در بیاره. جالبه بدونی چشمان میگوی آخوندکی پیچیده ترین چشما در قلمرو جانوریه و پیچیده ترین سیستم بینایی رو داره که تاکنون کشف شده. گونه های مختلف این جانور در سراسر جهان وجود داره، اما این سخت پوستان فقط در آبهای گرم سیری زندگی می کنند.
قورباغه ترسناک. اگر در طبیعت بخوایم یک فیلم ترسناک بسازیم، قطعاً قورباغه ترسناک یکی از بهترین گزینه هاست. این جانور یک قاتل واقعیه که به نام قورباغه ترسناک شناخته میشه. پاهای عقبی از استخونهایی تشکیل شده که درست در زیر پوست اون پنهان شده و همین موضوع اون رو ترسناک‌تر هم می‌کنه. این قورباغه آفریقایی با رشته‌های مویی که در پشت و پاهاش رشد می‌کنه، خودش از بقیه قورباغه‌ها متمایز می‌کنه. قورباغه ترسناک بیشتر به دلیل تواناییش در شکستن فوری استخوان‌ها و پنجه‌های خودش شناخته میشه. پانگولین. پولک پوست، پانگولین یا مورچه خار پولکدار گروهی از جانوران از راسته پولک پوست سانانه. پانگولین همیشه برای نبرد آماده است. سر این جانور ممکنه مؤثرترین زره طبیعی باشه. پانگولین ها بر روی پوست خود پولک های از جنس کراتین دارن و تنها پستاندارانی هستند که چنین نوع از پوشش بدن رو دارن. پولک پوست ها در مناطق گرمسیری آفریقا و آسیا زندگی می کنند و نام پانگولین از زبان مالای گرفته شده و به معنی جمع شونده رو به بالاست. این موجود می تونه در صورت تهدید مثل یک توپ بغلته و حتی یک شیر یا ببر هم نمی دونه چی کار باید انجام بده. آهوی مشک. آهوی مشک یک خون آشام جنگلیه که به نام آهوی ختن هم شناخته میشه. آهوی مشک در جنگل‌ها و کوهستان‌های شمال شرق آسیا زندگی میکنه. وجود این گونه در تایگا، یعنی منطقه‌ای در جنوب سیبری رایجه، اما در مغولستان، منچوری و شبه جزیره کره هم دیده میشه. معمولاً در شب‌ها و فاصله کوتاهی رو کوچ میکنه و بلندی بالای 2600 متر رو ترجیح میده. گونه یه بالغ کوچیک اون بین 7 تا 17 کیلوگرم وزن داره. این گونه از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه ای آسیب پذیر شناخته شده و بیشتر به خاطر مشکی که داره شکار میشه که قیمت اون تا 45 هزار دلار برای هر کیلوگرم هم میرسه. تنها چند ده گرم مشک میشه از گونه نر این جانور به دست آورد. میتوان بدون کشتن جانور مشک رو از غده اون بیرون آورد، ولی شکارچیان این کار رو به ندرت انجام میدن. بارزترین ویژگی این گونه دندان‌های خوناشان مانندش و سر شبیه به کانگوروی اونه و جنس نر این دندان‌های جلو رو به جای شاخ در میاره. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواتون رو داره.